سلام عزیزان، درس آغاز میکنیم با این توضیح که ما تصمیم بر این گرفتیم که به تکس نپردازیم، استثناءً به خاطر اینکه میخواییم تمام وقت رو اختصاص بدیم به دو تا موضوع بسیار مهم گراماتیکالی و دستور زبانی و میخواییم بپردازیم به دستور زبان تو بحث نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو، گنتیو که بسیار مهم هستن و تعیین کننده که ما باید الان یه توضیح کلی راجع به همشون بدیم و این وقتگیر هست و بعدم راجع به افعال گذشته توضیح خواهیم داد در درس بعد انشاءالله. خب درس آغاز میکنیم. برنامه گراماتیکی و دستور زبانی که امروز شروع میکنیم یک مبحث بسیار مهم هست توی مبحث آموزش زبان، حالا هر زبانی که میخواد باشه و بخصوص زبان آلمانی، چون تو این بحث حرفای گفتنی زیاد داره و یه بحثیه که برای خیلی ها نامشخص و بسیار پیچیدگی زیادیه و خیلی وقتا هم خیلی ها واقعا به راحتی نمیتونن به اونش پی ببرن، باید کتابای زیادی خونده بشه یا حالا زیاد راجبش شاید تحقیق بشه. حالا من اینجا توضیحاتی رو به عزیزان میدم که واقعا این مبحث رو کاملا متوجه بشید، چون واقعا چیز خاصی نیست، خیلی ساده است و جای هیچ نگرانی نداره. خب ببینید، اینجا ما نوشیم نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو. نومیناتیو معناش به معنای تقریبا نهاده، نهاد در جمله اگه یادمون باشه، یا حالا ضمیر هست، کننده کار هست، یا کسی که راجبش یک خبری داده میشه، که حالا با مثال ما اینها رو بهش میپردازیم که قابل لمستر باشه. اکوزاتیو مفعوله، مفعول مستقیمه. مثلا الان مثال فارسی من میزنم. داتیو هم مفعول یا غیر مستقیم میتونیم بهش بگیم، یا میتونیم بگیم متمم، در واقع یه همچین چیزی میتونیم ازش نام ببریم. خب ببینید، فرض کنید یه جمله داریم توی فارسی، میگیم من کتاب را خریدم. خب من میشه نهاد، میشه نومیناتیو. کار روی کی انجام شده؟ روی کتاب، کتاب خریده شده. و را هم که معمولا نشانه مفعول مشخص هست. خب پس میگیم من کتاب را خریدم. خب پس کتاب هم مفعول ماست، اکوزاتیو ماست، مفعول مستقیم و مشخص ماست. حالا داتیو تو این جمله ما نداشتیم. داتیو تو این جمله وجود نداشت. ولی توی یه جمله مثل جمله‌ای که الان میگم، مثلا میگم من کتاب را برای تو خریدم، یا من نامه را به شهر تو فرستادم مثلا، یا نامه را به آدرس تو فرستادم، برای تو فرستادم. ولی نامه مفعول دیگه، مفعول مستقیم نامه را، ولی به تو هم، تو هم مفعوله، تو که کاری انجام نداده، برایش کاری انجام شده، ولی مفعول غیر مستقیمه که با حرف اضافه هم تو فارسی میاد و در واقع حالت متمم داره. خب اینم میشه داتیو. حالا ما تو جمله‌های آلمانی با مثال دقیق خواهیم گفت. فقط قبل از اون شما باید یه سری چیزها رو بدونید. اینکه ضمایر وقتی که تو این نقش‌ها جابجا میشن، یعنی اکوزاتیو یا داتیو میشن، توی آلمانی چه شکلی پیدا میکنن؟ خب گفتیم تو فارسی اگه اکوزاتیو باشه یه را میگیره معمولاً، اگه مشخص باشه. توی داتیو هم با حرف اضافه میاد. ولی توی آلمانی این کلمات میشن یه کلمات دیگه، کاملا متحول میشن. یعنی این کلمات وقتی که توی نقشا قرار میگیرن کاملا تغییر میکنن. علاوه بر اون آرتیکل ها هم که ما راجبش صحبت کردیم توی آلمانی، اینها هم تو نقشای متفاوت شکلشون عوض میشه، که تو زبان آلمانی بسیار تعیین کننده است. یعنی اگه این آرتیکل ها رو ما درست نگیم، معنای جمله در واقع چی تغییر پیدا میکنه. خب ببینید، مثلا من میشه ایش. ایش الان ببینید چی میشه، تبدیل به چی میشه. توی حالت نومیناتیو ایش هست. حالا وقتی که تبدیل به اکوزاتیو میشه، میشه چی؟ میش. وقتی داتیو میشه، میشه میا. یعنی میش یعنی من را، معمولا معناش اینطوری. حالا نمیتونیم دقیقا تحت و لفظی ترجمه کنیم، باید ببینیم تو آلمانی معنا به چه شکله، ولی به این شکل اکوزاتیو. و داتیوش هم که میا، یعنی به من میشه گفت. خب دو، دیش، دیا، تو، تو را، به تو. ایه، این، ایم، اون، اون را، به اون. زی، زی، ایا، اون دختره، اون دختر را، برای یا به اون دختر. اس، این، ایم، این دقیقا مثل ایه میشه. ویا، اونس، اونس، ما، ما را، به ما. ایا، اوش، اوش، شما، شما را، به شما. زی، زی، اینن. خب این هم معنی آنها، هم شمای احترامی. گفتش به این شکل میشه، زی، شما، شما را، احترامی شو دارم میگم، اگر شما که میشه ایا، و اینن، به شما، احترامی، یا اینکه آنها، آنها را، به آنها.
خب فقط فرق احترامی با آنها گفتیم اینه که این ایش اگه وسط جمله باشه احترامی حرف بزرگ نوشته میشه و اون یکی فرمش که آنها باشه حرف کوچیک نوشته میشه. خب حالا آرتیکلا داس داس دیم، یعنی اگه آرتیکل یک کلمه داس باشه در حالت آکوزاتیو که خب گفتیم داسه، وقتی به مفعول مستقیم یا آکوزاتیو که حالا خواهیم گفت و توضیح کاملش رو میدیم چی هست تبدیل میشه، دوباره همین داس میمونه، تغییر نمیکنه. و دیم وقتی که داتیو باشه، یعنی گفتیم میشه انگار به فلان چیز، اینم که با را میاد. دی دی دیا، باز دی هم سوم شخص به این شکله. اصلا کلا آرتیکل دی، حالا چه برای سوم شخص مؤنث باشه چه برای کلا جمع باشه. خب دیا دین دیم، مثل اینجا که گفتیم ایا این ایم، دیا دین دیم، مثل اینجا که گفتیم زی زی ایا دی دی دیا، درسته؟ خب اینم که دست دست دیم. اوکی حالا عزیزان اینجا چی داریم؟ من به معنی چی بود با یه دونه ان؟ به معنی آدم بود. ما گفتیم چی؟ مثلا تو فارسی میگیم آدم دلش میخواد فلان کار رو انجام بده. اگه آدم یکم پول داشت میتونست این کار رو بکنه. این آدم یه سوم شخص کلیه که راجبش صحبت میکنیم. تو آلمانی بهش میگیم من. حالا این اگه تو حالت آکوزاتیف قرار بگیره تو فارسی میگیم آدم را، تو آلمانی میشه اینن، اصلا میشه چیز دیگه، میشه یه نفر، یه نفر را. داتیف قرار بگیره تو فارسی میشه به آدم، اگه به آدم پول بدن، اگه به آدم موقعیت بدن مثلا. خب این توی آلمانی با ب یا با یه حرف اضافه نمیاد، اصلا کلمه فرمش عوض میشه اینم. ببینید این ام مرتبط با دیم، یعنی مرتبط با حالت داتیوی که تو حالت کلی آرتیکل داریم. میبینید دیم میشه اینم. خب چون این من اصلا مذکر دیده میشه، با اینکه در واقع یه حالت کلیه برای خانم ها هم میتونید به کار ببرید برای کل یه انسان، ولی مذکر دیده میشه. خب یه ماند، باز یه کسی، خب میشه یه ماندن، دوباره مثل اینن یه ماندم، چون حالت مذکر داره. هر کس، یه کسی، یه دا، باز یه هر کس، این یه ماند یه کس، اینجا هر کس، یه دا، یه دن، یه دم، دوباره به همین حالت. حالا میریم وارد توضیحاتش میشیم. اینا رو لازم داشتید که بدونید این فرم ها چه تغییراتی میکنن. حالا ببینید من یه شکل در واقع برای شما بکشم که اینو بهتر متوجه بشید تا بعد بریم سراغ مثال ها. خب ایشون یک بسته پستی رو برای مثال یا یه پاکت نامه رو میفرسته برای ایشون. اینی که میفرسته میشه چی؟ میشه نومیناتیف، حالت نهاد. خب حالا برای یه نفر میفرسه و یه چیزی رو میفرسته، این یه چیزیه میشه مفعول مستقیم، میشه آکوزاتیو. خب اینو یادتون نره، میشه آکوزاتیو. این آدمه هم که باز هیچ کار است این وسط، فقط یه چیزی داره گیرش میاد، اینم باز مفعوله ولی مفعول غیر مستقیمه، این میشه چی؟ داتیو. پس اینو در نظر داشته باشید. حالا توضیحات دیگر هم که لازم شد با رسم شکل خواهم داد. خب حالا میریم سراغ توضیحات بعدی توی جمله با معانی. ببینید عزیزان اینجا نمیشه چی؟ نمیشه دست بینش. دست یعنی این، بین هستم من، میگه من این هستم، من این هستم. خب این طبیعتا این داسته حالت نهادی داره دیگه، حالت نومیناتیو داره. خیلی راحت میگیم این من هستم، نه مفعول نه چیز. خب پس همون با صورت داست باقی میمونه. حالا میگه چی؟ میگه دو زیست میخ، یعنی چی؟ تو ضمیر معمولیه، تو گفتیم تو حالت معمولی وقتی ضمیر کننده هست یا راجبش خبری میدیم، حالت نهاده مفعول نیست، خب همون حالت کلی خودشو میگیره دیگه. همین دو تو میبینی، حالا تو یه چیزی را میبینی دیگه، یک چیزی را میبینی، روش کاری انجام میدی، مفعوله، را نشانه مفعول. تو یه چیزی رو میبینی، چی رو میبینی؟ من رو. من مگه نمیشه ایش؟ تو فارسی میگیم من با ری را میاد، ولی تو آلمانی تو میگیم ایش را، درسته؟ پس این ایش اصلا شکلش عوض میشه و میشه چی؟ اینجا ببینید، اینجا ما گفتیم ایش میشه تو حالت مفعول مستقیم اکوزاتیو من را میبینی میشه میش. خب پس الان ببینید توی جمله تو من را میبینی، دوزیست میش. ویا ترینکن داس واسر.
ما می نوشیم آب را. آب را، این آب رو، اشاره مستقیمه، یعنی به حالت آرتیکل داره دیگه، به حالت شناس هست. خب مگه آب را مفعول نیست؟ چرا این همون داس مونده؟ حالت مفعولی دیگه، حالت مفعول آکوزاتیو هم هست، با راه هست، مستقیمه. خب چون ما گفتیم ببینید یه چیزی که آرتیکلش داسه تو حالت مفعول هم خودش میمونه، میشه داس، تغییر نمیکنه، ولی تو مفعول غیر مستقیم و داتیو میشه دیم. خب حالا ببینید، میگه وی ترینکن داس واسا. با اینکه اینجا واسا ضمیر یا نهاد نیست، مفعوله، ولی خب آرتیکلش فرقی نکرده چون داس بوده. حالا اینجا اگیپت میاد از پوت، اگیپت میاد از پوت. این الان شکل اون نقاشیه که براتون کشیدم. ببینید این آقایه میدهد نان را به من. حالا اینجا نامه بود، حالا اینجا نانه. ببینید اینجا نوشته چی؟ نوشته اون میدهد نان را به من. این به من دیگه، تو فارسی با به میاریم. خب اینجا این به منه میشه داتیو، همونطور که توضیح دادیم، مفعول غیر مستقیمه. به صورت چی میاد؟ ایش بوده دیگه، من بوده، من تبدیل میشه به چی؟ به میا. ببینید اینجا گفتیم ایش میشه توی مفعول غیر مستقیم یا داتیو میشه به صورت میا، درسته؟ خب حالا چرا نگفتیم اگیپت دست پود میا، چرا گفتیم اگیپت میا دست پود؟ اینو توضیح حالا خواهیم داد، جایگیری کلمات رو. فقط الان تا این حد بدونید که داتیو و آکوزاتیو اگه با هم بیان و آکوزاتیومون یه کلمه مشخص باشه به صورت فرم های کوتاهی که الان توضیح دادیم، دین یا مثلا این یا اینا نباشه، داتیو اول میاد بعد آکوزاتیو. مثل اینجا اگیپت میا دست پود، ایش گیب دیا دست گلاس. خب ببین اینجا دوباره من میدهم به تو گلاس، لیوان رو، لیوان شیشه دیگه، من به تو این لیوان رو میدم. خب دوباره میبینیم لیوان، خب یه آکوزاتیو مفعوله، ولی چرا دست مونده؟ چون گفتیم دست تو حالت مفعول مستقیمم یا همون آکوزاتیو دست میمونه، بی تغییر میمونه. تو به تو میشه دیگه، به تو شده دیا. ببینید دو دیش دیا، دیا یعنی به تو. خب دو شیکست اونس دن بریف. حالا اینجا تو میفرستی، این نومیناتیو دیگه، تو میفرستی. حالا به کی و چی رو؟ تو میفرستی به ما نامه را. خب طبیعتا نامه مفعوله مستقیم، نامه را، خب میشه چی؟ نگاه میکنیم میگیم بخیف یعنی نامه، آرتیکلش چیه؟ ده هست، ده بخیف. خب این ده حالا چه شکلی میشه تو حالت مفعول مستقیم یا آکوزاتیو؟ ببینیم در، اگه آرتیکل در باشه تو مفعول مستقیم، آکوزاتیو میشه دن. پس اینجا هم میگیم چی؟ میگیم دو شیکست دن بخیف، نامه را، دن به جای در دیگه میشه دن. اگر اگه در بگیم معنی نمیده، انگار که بریف خودش کننده کار هست، این غلطه. خب میگه تو میفرستی نامه را، حالا به کی؟ اونس، به ما، به ما. حالا اونس هم هم آکوزاتیو و داتیوش جفتش مثل همه، مال ویای دیگه، ما را و به ما جفتش میشه اونس، ولی خب حالا اینجا ما منظورمون به ما هست، مشخص هم هست دیگه، خود اونس رو میاریم. حالا یه نکته دیگه ببینید، بعد از یه سری حروف اضافه توی آلمانی هم کلمه بعدی تبدیل میشه به داتیو. این خیلی مهمه توی خدمت شما که عرض کنم، حالا مثلا زبان فارسی ما وقتی حرف اضافه میاریم مثلا منظورمون چیز دیگه است، یعنی ما متمممون خب داتیوه، ولی خب مفعول غیر مستقیممون هم هست. ولی اینجا غیر از این که داتیو مفعول غیر مستقیم هست، غیر از اون هم وقتی که بعد از یه سری حروف اضافه کلمه قرار بگیره تبدیل به داتیو مستقیم هم میشه. خب یه سری لغات ما داریم، یه سری حرفای اضافه داریم که بعدشون اگه کلمه قرار بگیره یا میتونه داتیو بشه یا آکوزاتیو، که بستگی به جمله داره که من براتون توضیح میدم. مثلا آن، آف، اینتا، این، نیبن، یوبا، اونتا، تویشن، فو، بعد از اینا اگه کلمه قرار بگیره میتونه داتیو باشه، میتونه آکوزاتیو باشه. ولی اگر بعد از اینها کلمه قرار بگیره، مثلا دوش، توسطه، حالا میانه هم معنی میداد دیگه، ولی توسطه، فیا برای، اون بدونه، بعد از اینها همیشه کلمه ای که میاد آکوزاتیو میشه هست، یعنی اگه آرتیکلش در باشه میشه دن، درسته؟ خب اگه داس باشه داس میمونه، اگه دی باشه دی میمونه. حالا اگر بعد از این کلمات، این حروف اضافه یک کلمه بیاد، برای مثال بای، گفتیم نزد، در حال،
متوجهید؟ بعد از کلمه تو مثلا انگار مثل به معنی میده خیلی جاها، حالا معنای دیگه هم میده، ولی مثلا میگم من میرم به مدرسه، ایش گیه تو شوله. خب پس ببینید این تو که معنی به رو داره میده، اگه بعدش کلمه بیاد، اگه بعدش فعل بیاد یه چیز دیگه است، اگه بعدش کلمه غیر فعلی بیاد این حالت داتیو کلمه میگیره، درسته؟ پس تو هم یکیشه. نخ یعنی نخ به معنای به سمت یه جای رفتن و به معنای بعد معنی میده. مثلا میگم نخ زوی تاگن، یعنی بعد از دو روز. این حالت داتیوی پیدا میکنه. میت یعنی با، مثلا میگم ایشگه میتیا نخازه، من میرم با تو به سمت خونه. خب این میته چیه پس؟ با بعدش داتیوه. این نخ هم گفتیم به معنی بعد ازش مد نظر هست. خب اب یعنی از یه موقعی، از یه زمانی، برای مثال از. این اب هم پس بعدش داتیوه. حالا تو مثال ها تو جملات خواهیم گفت. زیت، زیت به معنی سینس هست تو انگلیسی، یعنی از یه زمانی تا به امروز، بعد این هم داتیو میشه. فون به معنی از هست، ولی معنی ازی که با فون تا حالا آشنا شدیم، مثلا میگم حالا غیر از معنی ا تو فارسی که توصیف کننده هست هم میده دیگه، حالت مضاف و مضاف نه. مثلا میگم کتاب تو دست بوخ. خب کتاب تو که معنی داین بوخ هم میده، درسته؟ ولی حالا میتونم اینطوری هم بگم توی این مثال، حالا دستبوخ فون دیا، کتاب تو. چون فون، این فون گفتیم مثل هم معنی از میده هم به معنی این ا توی فارسی که مضاف و مضاف الیه بود دیگه، درسته؟ یا داریم توصیف اضافه میکنیم. خب این فونه بعدش هرچی بیاد میشه داتیو. حالا مثال میزنیم آس. آس هم باز به معنی از هست، گفتیم چه نوع ازی راجعه صحبت کردیم، چه به این حالت که شما از چه کشوری میاین میگیم آس، چه ازی که به معنای در واقع وقتی که میخواییم اشاره کنیم به یه علت، میخواییم به یه علت اشاره کنیم، مثلا میگیم من خیلی عصبانیم و این ناشی میشه از فلان چیز، پس ناشی شدن از رو با آس میگیم. اینا بعدشون همیشه داتیو میاد. یه نکته دیگه اولینم بگم، آن آف هینتا این نیبن ایبا، اینا رو باید بگم، من الان یه توضیح کامل راجع به اینها خواهم داد. ببینید ولی کوتاه الان بگم، آن وقتی یه چیزی به یه جای چسبیده کاملا، مثلا شما یه خونه دارید، خونه کنار رودخونه است، شما میخواییم بگیم من دقیقا کنار رودخونه زندگی میکنم، چسبیدم به رودخونه، چسبیدم به فلان جا، این میشه آن. ایش وونه آن دیم میا مثلا، یعنی من زندگی میکنم دقیقا چسبیده به دریا. خب این حالا بعدش چون تو این مثالی که زدم داتیف شده بود، دست میا تبدیل شد به دم میا، به خاطر میگفتم ایشبون ان دم میا. حالا چرا شده بود داتیف، چرا نشده بود آکوزاتیف، اینا رو بهش میپردازیم. آف یعنی رویه، حالا معانی دیگه هم میده بستگی به افعال، ولی آف یعنی رویه. هینتا یعنی پشت، این یعنی درونه، نیبن یعنی کناره، حالا یکم با فاصله، مثل آن چسبیده نیست، کناره. ایبا یعنی بالای یه چیزی قرار گرفته، حالا الزامن روش نیست ولی بالاتر از اون قرار گرفته. آف گفتیم رویه، ولی ایبا بالاتر از اون قرار گرفته. اونتا زیره، حالا باز الزامن نچسبیده ولی پایین تر قرار گرفته. سویشن یعنی میانه، میانه یک چیزی قرار گرفته. فوا یعنی جلویه، مثلا شما فکر کن دستتون جلوی دهنتون میگیرید، خب میگی این دست من جلوی دهنم قرار گرفته شده، درسته؟ من هند ایست فوا من موند مثلا. خب اینم به این شد. حالا این سوالی که وقتی اگه سوالی با و مطرح بشه جوابمون داتیوه، اگه سوالی با وهین مطرح بشه جوابمون اکوزاتیوه. چرا؟ ببینید و یعنی کجا، وهین یعنی به کجا. خب برای مثال من میرم به مدرسه، وقتی میگم کجا میری، اگه تو کجا رفتنم میخوام بگم میرم به مدرسه، اگه تو کجا رفتنم از این حرفای اضافه استفاده کنم که هم میتونن داتیو بشن هم آکوزاتیو، اگه از اینا استفاده کردم کلمه بعدیش میشه آکوزاتیو، چون دارم از یه چیز حرکتی صحبت میکنم، چون سوالش وهینه به کجا، چون میگم
دارم میرم به مدرسه، الان تو مدرسه نیستم ولی دارم میرم به مدرسه، بخاطر میگم ایشکه این دی شوله، به معنی نیست که این در مدرسه الان هستم، میگم دارم میرم در مدرسه، دارم میرم در. بخاطر این شوله با این که آرتیکلش دی هست، بعد از این اگه داتیو بود میشد در شوله، ولی چرا نمیشه؟ چون اکوزاتیو میشه. مثالش الان خواهیم دید، میگم ایشکه این دی شوله، ولی اگه از تو استفاده میکردم دارم میرم به مدرسه، میگم ایشکه تو در شوله، اینجا دیگه تبدیل میشه به داتیو. حالا الان شاید یکم براتون بغرنج باشه، نگران نباشید، میریم سراغ مثال های ملموس. اگه و سوالی کنم، مثلا الان کجایی؟ الان رو تختم. خونت کجاست؟ کنار دریاست. و اینا داتیو میشه، حرکتی نیست، جایی نمیرم. سوال کجا؟ سوال موقعیتی الانه، به چه موقعیتی داری وارد میشی نیست. خب حالا میریم سراغ مثال ها. بایشپیله یعنی مثال ها، تمثیل ها. خب ببینید، ایش هوگ دی گوت زو، این فعل زو هوگن هست که ترنبا هست، جدا شده. ببینید هوگن ایش هوگ اومده اینجا، زو هم در آخر اومده. زو هوگن یعنی با دقت به کسی یا چیزی گوش فرا دادن، شنیدن و گوش کردن، مثلا موزیک نه، به حرف و سخن کسی گوش فرا دادنه. خب میگه من گوش فرا میدم به خوبی، به خوبی گوش فرا میدم، حالا باید به یه کسی گوش فرا بدم دیگه. با این فعل داتیو میاد، این فعلیه که داتیو پذیره. حالا تو فارسی هم اتفاقا مطابقش همین شکلیه، میگی من گوش فرا میدهم به فلانی، تورا نمیگیم، حالا شاید بگیم تورا تو اشعار بگیم، ولی درستش میگیم من به تو گوش فرا میدم. تو آلمانی هم همینه، داتیو استفاده میشه، میشه ایش هوگه دیا گوت زو، یعنی به تو خوب گوش فرا میدم من. درسته؟ پس دو اینجا شد دیا، داتیو شد ایش هوگه دیا گوت زو. دو مشتست دیز شپاخ لینن. خب میگه آیا تو میخوای این زبان رو یاد بگیری؟ اینو ما یاد گرفتیم، راجبش حرف زدیم. حالا اینجا ببینید دو که ضمیره، میگه تو میخواهی یاد بگیری چی را، چه چیزی را، این زبان را. خب پس مفعول مستقیم اکوزاتیو با را اومده، دیز شپاخه، شپاخه آرتیکلش دی هست، آخرش هم میبینید ایه، آرتیکلش دی هست، پس این زبان هم میشه دیزه. خب پس آرتیکلش دیه. حالا این دیزه که آرتیکل دی هم هست، چون اکوزاتیو همون دی باقی میمونه، پس بدون تغییر میشه دیز شپاخه لینن، راجبش حرف زدیم. ببینید آرتیکل دی تو اکوزاتیو هم دی میمونه، درسته؟ پس طبیعتاً دیزه هم همین دیزه میمونه، دیزه حالت صفتی داشت دیگه، راجبش صحبت کردیم. خب دو مشتست دن لپتاپ کافن، تو میخواهی بخری چه چیزی را، این لپتاپ را، این لپتاپ رو. خب این لپتاپ رو میخوای بخری، پس ببینید این مفعول مستقیم دیگه با را هم اومده، میشه اکوزاتیو، چون آرتیکل لپتاپ در هست، در هست، اینجا میشه دن، یعنی به اکوزاتیو تبدیل میشه. دو مشتست دن لپتاپ کافن. خب زی زوخت میش، یعنی اون دختره جستجو میکند چه چیزی را، من را. خب من که میشه ایش، پس اکوزاتیو الان من را، اکوزاتیوش میشه میش، زی زوخت میش. دس هندی کافش ایم. خب ببینید میگه دس هندی کافش، یعنی گوشی رو، هندی یعنی گوشی موبایل، گوشی موبایل را میخرم ایش کافه، میخرم من ایم. حالا این ایم یعنی چی؟ ببینید گوشی هندی را یعنی گوشی را، خب مفعول مستقیم اکوزاتیو دیگه، آرتیکل هندی میشه داس، داس اکوزاتیو هم بشه داس میمونه، ببینید داس نومیناتیو اکوزاتیو جفتش داسه، پس تغییری نمیکنه، با اینکه مفعول همون داس هندی میمونه. خب میگه گوشی را میخرم من ایم، گفتیم یعنی چی؟ ببینید اینجا ایم، ببینید اینجا چیه، داتیو ایه هست، یعنی به اون، برای اون، ببینید پس به این معنیه، موبایل را میخرم من برای اون. حالا تو آلمانی انگاری میگیم به اون، چون میدیمش به اون دیگه، پس این میشه من گوشی رو میخرم برای اون، اینجوری میگیم تو آلمانی، برای اون پسره، برای اون مذکر. تو فارسی، تو آلمانی اینجوری میگیم دست هندی کافیش این. پس ببینید بچه ها، تما و موضوع تقریبا خیلی آسون و روشن، جای نگرانی نیست، فقط نیاز به تمرین داره که شما این آرتیکل ها رو بشناسید، بدونید کجای جمله ها
چجوری و به چه شکلی باید ازشون استفاده کنیم. حالا ما با مثالای زیادی اینو براتون روشنش میکنیم. ببینید اشگیه به اوش من موتو. خب حالا یعنی چی؟ من میدهم اوش به شما. گفتیم داتیو اول میاد بعد آکوزاتیو، اگه آکوزاتیو به صورت کلمه باشه. خب چی رو میدم به شما؟ ماینن موتور. حالا موتور به معنی موتورسیکلت و اینا نیستا، این موتور یعنی همون موتور ماشین، نیرو محرکه. مثلا یه موتور نیرو محرکی داره یه نفر، حالا آرتیکل موتور در هست، در. خب چرا اینجا گفتم ماینن؟ تا این ان و این آخر دیدیم ماینن موتور، چون خود موتور هم سر جاش مونده، جمع بسته نشده، جمع نیست، مفرده، ولی آرتیکلش از در تبدیل شد به دن، چون دن هست. حالا ضمیر ملکیش هم میشه ماینن، چون دن موتور یعنی موتور را، آکوزاتیو دیگه، موتور را. پس ماین موتور یعنی موتور منم میشه موتور من را، ماینن این ماینن موتور، موتور من را میدهم من به کی؟ به شما. باش اس ایست فی اینن زیر پوزیتیف. اس ایست فی اینن زیر پوزیتیف یعنی چی؟ این هست خیلی مثبت. خب فیو برای، برای چه کسی؟ گفتیم بعد از فیو، توضیح الان دادیم، بعد از فیو همیشه کلمه بعدی چیه؟ آکوزاتیوه. ببینید بعد از فیو همیشه آکوزاتیوه. خب پس میشه اس ایست فیو این. اینن یعنی چی؟ اینن گفتیم حالت فرم آکوزاتیو من هست، یعنی آدم. ببینید من آکوزاتیو میشه اینن، پس یعنی چی؟ یعنی اینکه این هست برای آدم خیلی مثبت، این موضوع برای آدم خیلی مثبته، برای آدم این موضوع خیلی ارزش داره، مثبته. خب پس شد آکوزاتیو. ایش زه اینن هوند، من میبینم یک سگ را. خب من بعد از میبینم میشه آکوزاتیو دیگه، یه چیزی را میبینم، اون چیزی را میشه آکوزاتیو، درسته؟ خب پس هوند آرتیکلش چیه؟ دره. ما باید با آرتیکل کلماتو یاد بگیریم. ده هوند خب تبدیل میشه ده به دن، پس یک سگ هم میشه اینن، آرتیکلش دن ده هست میشه دن، این هوند هم میشه اینن هوند، یعنی یک سگ را میبینم. خب بشه زی ولن گناو دیزه تش هم، شما احترامی، حالا یا آنها فرق نمیکنه، حالا ما بگیم آنها میخواهند، زیولن آنها میخواهند گنا، دقیقاً دیزه همین این تشه کیف را هابن داشته باشن. خب گفتیم بعد از مدلور به فعل کمکی هم فعل دوم به صورت اینفینیتیو، به صورت مصدر میاد به همین سادگی. خب آنها میخواهند دقیقاً همین تشه رو، همین کیف رو داشته باشن، یا به این معنی شما احترامی میخواهید دقیقاً همین کیف را داشته باشید. اینجا تاشه دی هست دیگه آرتیکلش، چون کیف را هست، کیف را مفعول اکوزاتیو مستقیمه، پس دیزه هم همین دیزه باقی میمونه، نمیشه دیزن یا دیزم یا دیزا. خب چون اکوزاتیوه پس همین دیزه باقی میمونه. تو حالت اکوزاتیو میتونست دیزه باشه، میتونست دیزن باشه، میتونه دیزس باشه، داس دی دن، درسته؟ ببینید حالتهای آکوزاتیومون دستی دن برای آرتیکل هستن، میشه دیزز دیزه دیزن، اینا رو تو بحث ادجکتیو و صفت توضیح دادیم. خب پس اینجا چرا شده دیزه؟ چون آرتیکلش دی بوده، تو آکوزاتیو هم دیزه یا همون دی میمونه. خب حالا ببینید اینجا زی ولن گناو دیزه تشه هابن. خب این دقیقاً همین رو من نوشتم، هیچ فرقی با این نمی‌کنه، فقط گفتم دو تا معنی متفاوت میتونه بده، یه بار میتونه این زی منظورش آنها باشه، یه بار منظورش شما احترامی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. خب حالا اینجا دست آتو هت اینن موتور یعنی چی؟ دست آتو یعنی این ماشینه، آتو اتومبیل، هت دارد، چی دارد؟ یه چیزی را دارد دیگه. خب پس میشه مفعول اکوزاتیو اینن موتور، یه موتور داره ماشین، هر این ماشین یه موتور داره، موتور آرتیکلش گفتیم ده هست، پس میشه دین تو حالت اکوزاتیو و اینن. ببینید پس آسونه. ایا شیکت ایا اینن بریف یعنی چی؟ ایا شیکت ایا اینن بریف. خب ایا که حالت ضمیر داره، تو ضمیر ایا یعنی چی؟ یعنی شما چند نفر یا دو نفر یا چند نفر. خب شما
شیکت میفرستید، شما ارسال میکنید میفرستید. چی رو؟ آدم وقتی میفرستی یه چیزی رو میفرستی دیگه، یه چیزی را پس آکوزاتیو، یه بریف، یه نامه را، یک این، اینن، چون بریف آدکرش ده هست میشه دین تو حالت آکوزاتیو و اینن. پس ببین اینن موتو، اینن بریف یعنی موتور را، نامه را. شما میفرستید نامه را، یه نامه را، یک نامه رو. حالا آدم وقتی نامه میفرسته به یه کسی میفرسته دیگه، درسته؟ تو فعل دیدن مثلا من میبینم یه چیزی را، آکوزاتیو اجباریه باهاش بیاد. حالا اگه نخوام فقط راجع به کلیت دیدن صحبت کنم، ولی داتیوی نمیاد باهاش، مثلا نمیگم من میبینم، حالا الزاماً با یه داتیو، حالا میگم من میبینم یه چیزی رو، ولی فعل فرستادن داتیوم باهاش الزامی میشه تقریبا، یعنی میگم من یه چیزی رو میفرستم ولی به یه کسی دیگه. خب پس شما میفرستید یک نامه را به، خب به میاد دیگه، پس این داتیوه. داتیو چی ایا میشه؟ ببینیم معنیشو ببینیم. ایا رو پیدا کنید تو بخش داتیوا، اینا اینجاست. ایا داتیو زی مؤنث، سوم شخص مؤنث هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میفرستید به اون دختر یک نامه را، شما به اون دختر یک نامه را در واقع میفرستید. خب به اون دختر میشه ایا، درسته؟ خب پس میتونیم از اینجا تشخیص بدیم دوتاش ایاه ولی با دوتا معنی متفاوت. ایا شیکت، ایا اینن پری. خب دس مخت من نیشت، یعنی دست این مخت میکند، انجام میدهد من، آدم نه. پس یعنی آدم این رو انجام نمیده، آدم این کار رو نمیکنه. دست مخت من نیش، مثلا میگیم کار درستی نیست، آدم این کار انجام نمیده، آدم این کار رو نمیکنه، نباید کرد این کار رو، به این شکل. این دست مخت من نیش، مخت من این منه که به طبیعتا این حالت ضمیری داره دیگه، یعنی آدم، پس نهاده نومیناتیوه، آدم انجام نمیدهد یک چیزی را دیگه، پس این آکوزاتیوه. دست خودش یه چیزی، این دست دیگه، دست تو نومیناتیو دست، تو آکوزاتیو هم دست میمونه، بی تغییر باقی میمونه. حالا اینجا ایش زاگ دم کیند الس یا فیلس مثلا، یعنی چی؟ من میگویم. خب گفتن اینطوریه، گفتن هم مثل فعل شیکن فرستادنه. آدم وقتی یه چیزی رو میگه یک چیزی را میگوید و به کسی میگوید، درسته؟ پس یک چیزی را میشه آکوزاتیو، به کسی میشه داتیو. ایش زاگ الس، همه چیز را، یا فیلس خیلی چیزها را، چیه؟ آکوزاتیوه. الیس یعنی همه چیز، فیلس هم یعنی خیلی چیزها. تو حالت معمولی نومیناتیوش الیس و فیلسه، پس تو حالت آکوزاتیو هم حالت داس دیگه، الیس با داس مربوطه، اسش میبینید، فیلس هم با داس مربوطه. پس الیس و فیلس نومیناتیو و آکوزاتیو مثل داسه که تغییری نمیکنه. ببینید داس همون داس میمونه، تو داتیو میشه دیم، پس آلس هم میشه آلم اگه داتیو بود، فیلس میشد فیلم اگه داتیو بود، ولی چون آکوزاتیو با رامیان همون داس یا فیلس یا آلس باقی میمونن. حالا ببینیم، خب من همه چیز رو میگم، حالا به کی میگم؟ به بچه، کیند، به بچه همه چیز رو میگم. بچه آرتیکلش چیه؟ داسه. به بچه داتیو میشه دیگه، داتیو داس، داتیوش چیه؟ ببینید دست داتیوش دیم هست، پس این هم میشه دیم کیند. ایستاگ من به این بچه همه چیز رو میگم، ایستاگ دیم کیند الیس یا فیلس. خب زگت کینم یوبر زاینه تاتن، خب زگت کینم یوبر زاینه تاتن یعنی چی؟ یعنی او میگوید درباره کارهایش، زینه ضمیر ملکیه مال خودش، تاتن اعمالش کارهاش، اون ایبا درباره اعمالش و کارهاش. ببینید ایبا معنی مکانی اگه نده با آکوزاتیو میاد، ببینید اینجا رو، ما اینجا گفتیم ایبا به معنی چیه؟ بالای یه چیزی قرار گرفتن. اینجوری اگه معنی بده، مکانی معنی بده، گفتیم میشه داتیو دیگه، با و مرتبط میشه، کجا میشه داتیو. ولی اگه به معنی درباره و اینجور چیزا باشه، خب میشه آکوزاتیو، داتیوی نمیشه. پس ببینید اینجا میگه درباره کاراش، پس این آکوزاتیوه. تاتن جمع دیگه، یه جمع، آرتیکلش طبیعتاً دی هست. خب دی تو حالت آکوزاتیو گفتیم هست، آکوزاتیوش چی میشه؟ باز دوباره میشه دی. ببینید
دی نومیناتیوش دی اکوزاتیوش هم میشه چی؟ میشه دی. پس اینجا زین صفت ملکیه، ضمیر ملکیه که حالا حالت صفتی پیشوند در واقع برای تاتن پیدا میکنه، نمیشه زین تاتن، هم حالت دی میمونه، دی با ای زینه، نمیگیم زینا یا زینه یا زینه، هیچ چیز دیگه نمیفهم، میشیم زینه تاتن، حالت آکوزاتیو میگیره. حالا این کاینم چیه؟ کاین، کاین یعنی هیچ، کاینا یعنی هیچ کس، کاینا مثل یدا، ببینید اینجا یدا خب یعنی هر کس، کاینا یعنی هیچ کس، یدن یعنی هر کسی را، کاینن یعنی هیچ کس را، یدن یعنی به هر کس، کاینم یعنی به هیچ کس. خب ببینید داتیو دیگه، ام نشانی داتیو مثل دم، ازک اون میگوید به هیچ کس، یعنی تو آلمانی اینجوری میگیم ولی تو فارسی میشه اون نمیگوید به هیچ کس، اون به هیچ کس، به هیچ کس، به داتیو، هیچ کس درباره کاراش چیزی نمیگه. حالا اینجا ایش باشه میه دست گذشت، من میشویم، من وقتی میشویم یه چیزی رو میشویم دیگه، این یه چیزی رو میشه مفعول مستقیم آکوزاتی. دست گذشت، دست گذشت یعنی صورت، آرتیکل گذشت هم دسته. خب دست تو حالت آکوزاتی من همون چی تغییر نمی کنم، اون دست باقی میمونه. من صورت رو میشورم، حالا میخوام بگم من صورتم رو میشورم، خب باید بگم ایش واشه ماین گذشت، زمین ملکیه دیگه، صورتم رو میشورم، درست هم اونو میتونم بگم، اینم میتونم بگم، میخوام اینو شما اینو یاد بگیرید، این رو هم اگه 100% میشنوید توی مکالمات آلمانی یا نوشته آلمانی، میگه ایش واشه میاد از گذشت، من میشورم صورت رو به خودم، برای خودم، انگار یه همچین معنی میده، مال خودم. خب این به خودم، مال خودم، مال خودم، این میشه میا، حالت داتیوی میشه، من مال خودم صورت رو میشورم، مال خودم صورت، صورت خودم رو میشورم برای خودم. ایش واشه میا دست گذشت. خب عزیزان، در رابطه با نومیناتیو و آکوزاتیو و داتیو تقریبا همه مسائل رو گفتیم به طور کلی و با ارائه مثال‌های کاربردی. در خلال آموزش هم دوباره ما 100% به اینا رجوع می‌کنیم و مسائلی رو راجبشون مطرح می‌کنیم و شما برای فهمیدن هر قضیه و هر موضوعی و یا اینکه هر جا سوالی تو ذهنتون پیش بیاد یه رجوع به این توضیحاتمون بکنید، 100% پاسختون رو انشالله خواهید گرفت. فقط من یکی از جملات اینجا رو تغییر دادم، این جمله به لحاظ قاعده مندی و قاعده دستوری کاملا صحیح بود و منم از این جمله عمدن استفاده کردم برای اینکه بتونم خدمت شما عرض کنم یه سری از چیزهایی که راجع به آکوزاتیو داتیو و قرارگیری بعضی از کلمات کنار هم بود و بگم، از این جمله استفاده کردم. حالا این جمله ولی به صورت کاربردی استفاده شاید نشه، فقط خواستم دستوری ازش بهره برداری کنم و نوشتم که حالا عوضش کردم و یه جمله دیگه اینجا نوشتم که از لحاظ کارآمدی هم به کار بیاد. خب ببینید الان یه مرور میشه در واقع. اینجا نوشتم ایش اینفومیغ دیش ایبا دیزس تیما. خب ایش که یعنی من، ضمیر نهادگونه هست. اینفومیغ، ببین اینفومیغ یعنی اینفورم، تو اینفورم تو انگلیسی. اطلاع رسانی کردن، اطلاع دادن. میگه من اطلاع میدهم. حالا ببینید توی فارسی اگه ما بخوایم اینو به فارسی ترجمه کنیم، خب تو فارسی میگه من اطلاع میدهم به تو. خب من اطلاع میدهم به تو یک چیزی را. پس توی فارسی اون یک چیزی را میشه مفعول مستقیم و آکوزاتیو ما و به تو هم میشه داتیو ما طبیعت. ولی ما نباید همه چیزو تحت و لفظیات بگیریم. اینفومیغن توی آلمانی معنیش به یه شکل دیگه هست که حالا ما ترجمهش میکنیم اطلاع رسانی کردن. خب پس ببینید اینجا فعل اینفومیغن با آکوزاتیو میاد، یادتون باشه من تو را خبر رسانی میکنم، اینطوری میتونیم بگیم انگار. خب من به تو اطلاع میدم، من به تو خبر میدم، تو آلمانی اینطوری میشه من اطلاع رسانی میکنم تو را، درسته؟ اطلاع رسانی کردن کسی را، پس آکوزاتیو میگیره، پس این به توش آکوزاتیو اینجا میشه. پس این مثال رو نوشتم به این معنا که ما ترجمه ای اصولا کار نکنیم، ما فعل ها رو توی آلمانی یاد بگیریم ببینیم اینا با چی میان. حالا توی اکثر جاها ترجمه ای جواب میده، بگم توی 60-70% موارد شاید ترجمه ای یا هنوز بیشتر جواب میده تو این زمینه، خب که ما بگیم این داتیو یا آکوزاتیو، ولی تو خیلی از چیزا نه، باید فعل رو ببینیم، ببینیم تو آلمانی این فعل با چی میاد، ساختار ترکیبی معنایش چجوریه. خب
اینفومیغن پس یعنی اطلاع رسانی کردن. هیچ اینفومیغن حالا کلن یعنی من بهت خبر میدم راجع به این موضوع. خب ولی اگه بخوایم بدونیم پس این با اکوزاتیو میاد، انگار که من تو را اطلاع رسانی میکنم. درسته؟ تو را. پس میشه هیچ اینفومیغن دیش. به تو خبر میدم. حالا چی رو؟ تو آلمانی اینطوری حالا میتونیم بگیم. ایبا درباره دیزس تیما، اینو تو بحث صفت و ادجکتیو یاد گرفتیم. تیما که یعنی موضوع، این موضوعه. حالا تیما چون حالتی که داسته، این دیزه هم حالت صفتی میشه دیزز. پس چرا شده دیزز نشده مثلا دیزن؟ چون تیما داسته. چرا آرتیکلش؟ چرا نشده دیزم؟ چون بعد از ایبا، اگه ایبا به معنی مکانی نباشه، معنیش درباره هست اینجا. مکانی و بالای چیزی قرار گرفتن نیست، پس میشه اکوزاتیو. اینو راجبش صحبت کردیم. ببینید اینجا بود. ایبا میتونه اکوزاتیو بشه وقتی که به معنای مکان نیستش. خب میگه من تو رو خبر میدم، تو رو اطلاع رسانی میکنم درباره این موضوع. پس اکوزاتیو همون دست میمونه. دست تیما اکوزاتیوش هم میشه همون دست تیما. خب دیزس تیما اکوزاتیوش هم میشه دیزس تیما. درسته؟ پس یادتون باشه. حالا ما بحث گنتیو ازن آغاز میکنیم. بچه ها گنتیو در واقع مرتبط الان با همین بحثایی که ما کردیم، نومیناتیو، داتیو، اکوزاتیو. حالا گنتیو هم حالت مضاف و مضاف الیه. شاید بگیم که ما که مضاف مضاف الیه رو یاد گرفتیم. خب ما یه فرم از ساخت مضاف و مضاف الیه رو یاد گرفتیم که با فون بود. درسته؟ فون یه خورده حالت اومگانگ شپراخ لش داد. اومگانگ شپراخ لش یعنی چی؟ یعنی حالت عامیانه صحبت کردن رو داره. معمولا حالا تو تکسا هم استفاده میشه دو جای خاص، ولی بیشتر ما باید یاد بگیریم از گنتیو توی تکس های علمی و یا حتی سطح بالا استفاده بکنیم. ببینید گنتیو چجوریه. گنتیو حالا تو حرف زدن روزانه تو خیابون الزاما ازش استفاده نمیشه، تک و توک میشه، بیشتر از فون استفاده میشه. ولی خب گنتیو بخش بسیار مهمی از زبان است که ما توی تکس های علمی در واقع ازش استفاده میکنیم. خب گنتیو البته نه فقط علمی، یادتون باشه روزنامه هم شما بخونید گنتیو توش زیاد به کار میره، مضاف و مضاف الیه. ببینید اینجا ما داریم داس بوخ داس ماینم فاتر گهورت. این بحثی به اسم رلاتیو زتس که ما مثلا تو فارسی میگیم این کتابه که فلان و فلان و فلان و فلان هست، راجبش توضیح میدیم دیگه. این کتابه که، خب توی آلمانی میگیم داس بوخ داس، چون آرتیکلش داس اینجا هم داس میاد. این یه بحث گسترده است، تو بحث رلاتیو زتس ما بهش میرسیم احتمالاً جلسه بعد ان شاء الله. خب پس الان با این کاری نداشته باشید، فقط اینو الان بدونید. این جمله رو میبینید، میگه این کتابه که meinem Vater gehört. meinem Vater یعنی به پدر من. این ام my name داتیوی دیگه، انگار به پدر من gehört تعلق داشتن. میگه این با hören با گوش دادن اشتباهش نگیرید ها. خب این فعل حال الان gehören یعنی تعلق داشتن. میگه این کتابی که به بابای من تعلق داره، به بابای من، خب my name Vater، چون Vater میشه der Vater، داتیوش میشه my name، میشه ام دم. درسته؟ ام meinem Vater gehört، به پدر من تعلق داره. خب حالا ما میخوایم این جمله رو جور دیگه بیانش بکنیم. چه جوری؟ با گنتیو، با حالت مضاف و مضاف الیه. Das Buch von meinem Vater، یعنی کتاب به، این فونه گفتیم دیگه، کتابی که ماله، کتاب به meinem Vater، بابای من. چرا meinem؟ ما که گفتیم بعد از فون، ببینید فون یه چیزیه که بعدش حتما کلمه داتیو میشه. درسته؟ حالا mein Vater مذکر دیگه، der Vater، پس میشه meinem Vater در حالت داتیو. خب پس ببینید اینجور میگیم das Buch کتاب به meinem Vater، بابای من. Das Buch von meinem Vater. پس ببینید این جمله رو ما اینطوری هم میتونیم بیان کنیم. حالا با گنتیو چجوری میشه؟ همون مضاف و مضاف الیه، ولی حالت گنتیوی، حالت فونی نه، گنتیوی. میشه das Buch meines Vater. حالا این یه چیز جدیده. سخت اصلا نیست، این اتفاق خیلی آسونه. از بحث آکوزاتیو داتیو خیلی آسون تره. اصلا یه نکته خیلی کوچیکه فقط. ببینید هر وقت یک چیزی یا مذکر یا خنثا بود، خب این اس میگیره. آخره قبلش کلمه که قبل از در واقع مضاف ما میاد
چیزی که داریم راجبش توضیح میدیم، مضاف الیه ما میاد و آخر خودش هم یه اسم میگه. اگه جمع یا مؤنث بود ای ار میگیره و این آخر هم دیگه هیچی نمیگیره. حالا میبینید منظور چیه. ببینید الان فاطمه اگه مذکر نیست ده فاطمه دیگه پدر، خب میشه کتاب بابای من، ولی این بابای منش اینجوری میشه دیگه، با فون نیست، میگه ماین فاطمه میشه ماینس فاتاز. خب حالا ببینید دی هوز شلوار، فون شلوار خواهر من دیگه، شوستا. خب ببینید ماینه شوستا یعنی خواهر من. خب خواهر مؤنثه درسته، پس ماینه شوستا، ولی بعد از فون این الان ربطی اصلا به گنتیو اینجا بچه ها نداره، این با فون اومده. خب بعد از فون مگه داتیو نمیشه؟ داتیو مؤنث مفرد میشد چی؟ مؤنث مفرد مگه دی نیست؟ ماینه شوستا دیه دیگه، ببینید دی درسته؟ اکوزاتیوش هم میشه دی، ولی داتیوش میشه چی؟ دیا، ای ای هم میگیره آخرش، درسته؟ حالا ببینید اینجا رو میگه فون ماینه، یعنی دی میشه دیا، ماینه میشه ماینه، ماینه درسته؟ پس یادتون باشه ای ای هم میگیره فون ماینه شوستا. اوکی؟ چون داتیوه مؤنث بود، داتیو میشه در دیگه، پس ماینه هم میشه ماینه، ماینه درسته. ای هوز فون منا شوستا یعنی شلوار خواهر من. حالا میخوایم حالت جنتیوی بگیمش بدون فون، میشه دی هوز ماینا شوستا مستقیم. چرا؟ ما گفتیم داس بوخ ماینس فاتاز دی هوز ماینا شوستا. چرا؟ چون فاتا مذکره میشه ماینس فاتاز، گفتیم اسم میگه مؤنسا و جمع ای ار میگیره ماینا شوستا، ولی دیگه این شوستای آخرش چیزی نمیگیره تو مؤنث و جمع، این آخره دیگه چیزی نمیگیره، فقط کلمه قبلی ای ال میگیره. توی مذکر کلمه قبلی اس یا ای اس میگیره، آخری هم اس یا ای اس میگیره، یعنی کلمه اصلی هم. خب پس ببینید خیلی آسون نمیگیم دی هوز فون ماینا شوستا، دی هوز ماینا شوستا، همین ماینا شوستا گنتیویه. هر وقت گفتیم ماینا دی هوز ماینا شوستا یعنی شلوار، حالا میگیم شوستا که میشه ماینه شوستا، چرا یهو ماینه شوستا؟ پس میفهمیم گنتیوه، یعنی شلوار ره. تا گنتیو دیدی معنیش اینجوریه دیگه، مضاف و مضاف الیه با ا میاد، میگه شلوار ره خواهر من، درسته؟ خب حالا دشتول، ببینید دشتول یعنی صندلی، مذکره ده، مذکره ده میگیره. خب دشتول ماینس کیندس یعنی چی؟ ماینس کیندس پس مضاف و مضاف الیه، یعنی صندلی یه، حالا کی؟ کیند یعنی بچه، ماین یعنی مال من. چرا کیندس؟ چرا ماینس؟ چون کیند خونساه، گفتیم خونسا و مذکر ای اس یا اس میگیرن، پس ماینس کیندس یعنی صندلی یه فرزند من. خب ایش ها به دی طول اسون ایغانیشا بودشا یعنی چی؟ من دارم، خب چی رو دارم؟ یه چیز شناسی رو داره میگه. تولسونگ گفتیم کلمه‌ای که با اونگن آرتیکلشون دی میشه، درسته؟ تولسونگ از فعل تولسن میاد یعنی اجازه دادن، تولسونگ یعنی مجوز. خب اجازه دادن میشه تولسن، دی تولسونگ یعنی مجوزه، این مجوز، من مجوز شناخته شده هست، شناسه من دارم مجوز. حالا ایغانیشا بود شافت، ما که گفتیم شافت آخر هر چی بیاد آرتیکلش دی هست، چرا ایغانیشه بودشاف نگفتیم؟ ایغانیشا گفتیم، فون هم که نداریم، چیز داتیو گونه‌ای هم نداریم، چرا این شده ایغانیشا؟ پس داتیو نیست، گنتیو. ایغانیشا بودشاف چیز مؤنث، گفتیم کلمه قبلیش اگه ایر گرفت تو توصیفش، درسته؟ میشه چی؟ میشه مضاف و مضاف الیه، میشه گنتیو. پس مضاف و مضاف الیه با ا میان دیگه تو فارسی ا، پس میشه من دارم مجوز بودشافت یعنی سفارت، سفارت خونه، من دارم مجوز سفارت خونه ایران رو، من مجوز سفارت ایران را دارم. خب من مجوز سفارت ایران را دارم، که توی فارسی اگه بخوایم بگیم مفعولمون کجاست؟ ایران نمیشه، سفارت ایران ادامه دهنده و در واقع توصیف کننده بیشتر مجوز هست،
یعنی در واقع میخوایم بگیم من مجوز را دارم. پس مجوز دید سولاسون مفعول مستقیم یا اکوزاتیو ما هست اینجا. بوتشافتم گنتیوه. ایغانیشا بوتشافت. این سولاسون خدمت شما که عرض کنم در واقع اکوزاتیو ما هست. اکوزاتیو هم که گفتیم وقتی دیه تو معمولیش او انگی داره دیگه دی هست. تو اکوزاتیوش هم همون دی میمونه. تغییری نمیکنه. خب. چیز دیگه نمیشه. درسته اکوزاتیو دی همون دی بود. اگه رجوع کنید میبینید ازم. خب. حالا اینجا. ایش هابه دی تسول اسون دی ایغانشن بود شد. خب. اینم میتونیم بگیم. همین معنی بالایی رو میده با این تفاوت که اینجا من اومدم کلمه بودشافت رو با آرتیکل آوردم. یعنی خیلی شناستر راجبش حرف زدم. اینجا ناشناس راجبش حرف زدم. بودشافت آرتیکل نداره. فقط چسبیده یه چیز گنتیوی، آثار گنتیوی به کلمه قبلیش، توصیف کننده قبلیش. اینجا بوتشاف آرتیکل داره. مگه آرتیکل بوتشاف نمیشه دی شافت دیگه آخرش. با آرتیکل بوتشاف میشه دی بوتشاف. حالا میشه ایش هاب دی تول اسون دی بوتشاف. چرا دی بوتشاف؟ به خاطر اینکه دارم اینجا از گنتیو صحبت میکنم. پس یادتون باشه گنتیو گفتیم دی رو میکنه دی. درسته؟ دی رو میکنه دی. صفت ایغانیشه میشه ایغانیشه. ایغانیشه. درسته؟ خب. وقتی چون اینجا آرتیکل نبود. حالا اینجا آرتیکل هست همون دی میشه دیا. گنتیف. خب. نفونی داریم. نه حالت مفعولی غیر مستقیمی رو داریم. داتیوی رو داریم. این شده دیا. پس چیه گنتیفه؟ حالا ما اینو توی بحث صفت ها بهش پرداختیم. وقتی که حالا توضیح کامل ترم خواهیم داد. ایش ها بدید سولسون دیا بودشا. همین. حالا این توصیف اضافه است. کدوم بودشافت؟ بودشافت ایران. بودشافت ایغانیش. ایغانی. خب. حالا این صفت بعد از آرتیکل در حالت گنتیو یه ای ان میگیره. صفت بعد از آرتیکل ای ان میگیره. میشه ایغانیشن بودشافت. ایش ها به دید سول هست اون ایغانیشن بودشافت. پس این تو بحث ادیکتیو ها هست. اندونگ بهش میگن. اندونگ یعنی پایانی. حروف پایانی یک کلمه تو بحث ادجکتیو که حالا ما مفصلا هم بهش خواهیم پرداخت و پرداخته هم شده و یک در واقع جدولی رو هم من بهتون عرضه میکنم انشاءالله که مرتبط با همین صفت ها. خب و این اندونگ های آخر کلمات اند اونگ اندونگ. خب حالا اینجا auf Grund deines schnellen Autos gewinnst du. ببینید auf Grund یعنی به دلیل. یه سری از کلمات توی آلمانی هستن بهشون میپردازیم. این کلمات کلمات بعدی خودشون رو گنتیو میکنن. آفکوند یعنی به دلیل. به دلیل داینس شنلن آتوز یعنی به دلیل، به خاطر. میخواییم بگیم به خاطر ره. این ا میشه گنتیو کلمه بعدیش که به خاطر ره ماشین تو. آفکوند داینس آتوز. آتو آرتیکلش دسته. خونساست. پس وقتی خونساه گنتیوش میشه داینس. درسته؟ میشه آتوز. یا میگیم آف خوند دس آتوز. یعنی به خاطر این ماشینه. یا به خاطر داینس آتوز. به خاطر ماشین تو. حالا صفت هم خواستیم بهش بدیم. دیگه ای ان میگیره. میگه به خاطر شنل یعنی سریع دیگه. به خاطر ماشین سریع تو. به خاطر ماشین سریع تو آف کندنس شنلن آتوز. حالا کما به خاطر ماشین پرسرعتت چی میشه؟ حالا کما گوینس تو میبری تو. چون بعد از کما اومده یه دلیل آوردیم، حالا داریم یه جمله جدید و مرتبط باش میاریم. جملات فرعی در واقع به اینا میگن که به بحثش میپردازیم. این دیگه ضمیر اول نمیاد، اول فعل میاد بعد چی؟ ضمیر میاد. آف کندنس شنلن آتوز گوینس تو. پس این ترکیبات رو بچه ها ترکیبی یاد بگیرید. غیر از اینکه مفهوم و علت رو هم یاد میگیرید، ترکیبی هم الان این رو یاد بگیرید. خب خسته نباشید. بحث نومیناتیو، آکوزاتیو، داتیو و گنتیو رو بهش پرداختیم. توضیح و توجیه کلی بود با مثال ها. در خلال آموزش هم دوباره باهاش مواجه میشیم.